سلام عزیزان، روزتون بخیر. شنبه هست امروز. من از روستای صدیقی هم کردم، یکم دیر، حدود ساعت 9 هستش و جاتون خالی. اینجا کلی با بچه های خوب و خوشگل این روستا صبح با هم یه حرف زدیم و حسابی روحیه امروز من رو شاد کردن. خب به بچه های اینجا اسمشون آقا پسر اماره، اسم اون دختر خانم صورتی شیماس، اسم تو زینبه و اسم اون کوچولی که مقنعه صورتی پوشیده صفیه است. مدرسه رو پیچوندن اومدن اینجا، میگن که معلممون نیومده. خب دیگه آماده میشم که کم کم از این روستا برم. دیشب نسبتا خوب استراحت کردم و میرم تا ببینم انشالله به چه نوع جاده‌ای خواهم خورد در ادامه. همینجوری که چرخ شکسته، حالا اینجوری هم بیارمش پایین، اصلا حتما خراب. آدم واقعا روزش ساخته میشه با این بچه ها، چقدر شیرین و مهربون هستن و ای کاش میتونستم کاری برای شادیشون بکنم. حالا یه فکرهایی توی سرم هست، شاید با اتون در میونش بذارم. حرکت میکنم برم یه سوپری مغازهی بهشون قول دادم بهشون شکلات بگیرم، البته به شرط اینکه دندوناشون رسواک بزنن تا ببینیم چی میشه بعدش. خدمتی از روستای صدیش آمدم. غیر از اینکه حالا وضعیت جاده به این صورت هست، متاسفانه باز یه پل دیگه فرو ریخته و مجبور هستم جاده، نمیتونم بگم خاکی، چون همین جاده الان هم جاده خاکی هستش، این رو برم. سرعت خیلی کمه به این خاطر که واقعا نمیشه با این چاله هایی که هستش، نمیشه سریعتر رفت. یه درخت دیگه آمدن دیدم که ریشاش به خاطر سیل اصلا از آب بیرون زده و اینا توجه رو جلب کرد. ممکنه باورتون نشه که چقدر یهو خوشحال شدم وقتی دیدم که یک جاده اینجوری جلومه و اون قسمت سخت جاده به امید خدا تموم شده. دعا کنید تموم شده باشه، به این خاطر که واقعا پیش رفتن توش سخت. یه ساعتی هستش تقریبا دست به گوشی نشدم، فقط به خاطر اینکه فقط ذوق کردم که جاده خوب شده، آسفالت و کیفیت جلو رفتن خیلی عالی شده، دیگه فقط دل به جاده دادم و جلو رفتم. رسیدم به تابلویی که میزنه جاز 85 و بندر عباس 385. به امید خدا تا دو روز دیگه خودم به جاز میرسونم و بعد از اون راهی میناب و بندر عباس میشم. تو حاشیه مسیر هم میرسم به روستای هورن، روستایی که حدوداً 10 کیلومتر با صدیج فاصله داره. ساعت حدود 12 هستش و شدت آفتاب خیلی زیاد هست و همینطور که دارید میبینین خیس عرق شدم و پیش میرم جلو. تا جایی که چش کار میکنه کوه و بیابون و جاده و کویر هست، هر نیم ساعتی شاید یه ماشین رد بشه. تنها هستم، گاهی حالا یه شطوری هم این اطراف هستش و برای خودش خرمان خرمان میکرد. خیلی ها بچه ها فهم میکنن که
من چون از چابهار دارم به سمت بندر میرم، دارم دقیقا کنار دریا میرم. درست باید که چنین نیست. از چابهار که من راه افتادم تا همین الان اصلا دریا رو ندیدم. حداقل بین 10 تا 60-40 کیلومتر با دریا فاصله دارم. به ترتیب که نزدیک به جاسک میشم، یک مقداری دریا نزدیک میشه و احتمالا ممکنه از دور دریا رو ببینم. فعلا سکوت محض هست، یک جاده خالی بدون اینکه هیچ کس باشه. هر نیم ساعت یک ماشینی رد میشه و من هستم و من و من. باز مجدداً جاده خراب شد، یعنی مثل حالت دیروز برگشت. خیلی خوشحال بودم که جاده از این بعد خوب میشه. دیگه قسمت رو مجبور شدم از اینجا بیام و تای کفشام همه پر از خدمت و از کام قیر و اینها شد. هوا خیلی گرمه و یک مقداری یه داره طاقتم سر میاد. یه روستایی روبروم هست، تابلوشو میتونم ببینم ولی نمیتونم بخونم. فکر کنم روسته اسپیل نوشته باشه. میرم جلو تا ببینم که صبح که نقشه رو نگاه کردم توی فاصله 25 کیلومتری صدیش رستوران بود، رستوران گابریک، که الان نگاه میکنم حلوشه 10 کیلومتر دیگه هنوز مونده. اگه برم اونجا برای شب بتونم بمونم و یه چیزی بخورم خیلی عالی میشه. به تابلو میرسم که جاز 75 تا دقت کردم، دیدم چقدر تابلوها برام جالب و عجیبه و نگاه کردم دیدم 3-4 تا تابلو بیشتر تا حالا ندیدم. یعنی از وقتی وارد استان هرمزگان شدم تابلوها رو دارم میبینم و توی سیستان بلوچستان اصلا هیچ تابلوی نبود. آفتاب از سمت چپ میزنه و دستم رو خیلی سوزونده، برای همین دستم رو پوشوندم. و خدمتتون عرض کنم که روستایی هم که بود روستای اسپینتل بود، یک اسم خیلی عجیب شبیه اسمای لاتین هستش. و ساعت هم حدود 2 هستش. 8 کیلومتر 10 کیلومتر دیگه با اون رستوران فاصله دارم. امیدوارم جای خوبی باشه حداقل برای استراحت. چقدر دلم خوش بود که جاده از این وقت قرار خوب بشه. الان دقیقا رسیدم به اون ساعتی که دیروز از توی خاکی ها میرفتم و الان هم همچنان تو خاکی دارم میرم. کیفیت جاده خیلی بده. روستاهای تکوتوکی حاشیه جاده دیده میشن، اما سعی دارم خودم به اون رستوران برسونم، به این خاطر که خیلی زمان از دست دادم و یک کیلومتر خاصی رو در روز مشخص کردم که باید حتما بهش برسم. تو ادامه مسیرم حدوداً ساعتای نزدیک 4 هستش، یه جایی را میبینم که چادرهای سفید هلال احمر به تعداد زیاد زده شده، ولی هیچ نمایی از ساختمون یا چیزی نمیبینم که مثلا بگیم روستایی باشه سیل برده. شاید ممکنه عشایر باشن، چادرهای خودشون آب برده باشه، این چادرهای سفید زده باشن، ولی هیچ نمایی از ساختمون چیزی که نشون بده روستا هست و اینا اینجا نیست. فکر میکنم تا گابریک یکی دورش 6-7 کیلومتر دیگه داشته باشم. و همینطور که داری میبینین باز هنوز دارم توی خاکی دارم. بالاخره رسیدم به جایی که فاصله 2 کیلومتریش مجتمع خدمات رفاهی گابریک هست. ای کاش مثل مجتمع رفاهی سوری اتاق و تختی برای استراحت باشه و یک دوش و آب گرمی که بشه حسابی خستگی سفر رو از تن دور کرد، اما بعید میدونم. فکر میکنم نهایت یه پمپ بنزین ساده باشه و خیلی خیلی باشه یک سوپر رستوران. یه فضایی رو دارم میبینم که بعد از روستای کهیر هم دیده بودم، یک مثلا چیز در حد 2-3 هزار متر دورش دیوار هستش و سمت قبله یه دونه حالت محراب مانند هست، دور تا دور دیواره و چند از چند جهت در هستش و در نهایت هم یه سرویس بهداشتی. به گمانم این یک محلی حالت مسلمانند هست برای دوستان اهل سنت که روز عید خاصشون
همه اینجا جمع میشن و گویا نماز و شکرگزاری اینجور کارا میکنن. این جایی بودش که قبلا هم توی کهیر دیده بودم، الان برای دومین بار دارم میبینم. بودن 2-3 کیلومتر هم تا گابریک بیشتر فاصله ندارم. رسیدم به یک مجتمع خدماتی رفاهی که فقط یه پمپ بنزین هستش و یک نمازخونه. رستورانش که بسته است و سوپرمارکتی هم نداره. حالا ببینم برای امشب چیکار میتونم بکنم. خب رستورانم بسته است و اینجا فقط یه سوپر کوچیک داره، خیلی خاکیه، یعنی به قدری کثیف و خاکی اینجا هست. ببینم حالا جایی تمیز برای چادر زدن پیدا میکنم یا نه. خب دو تا انتخاب دارم، یکی اون مسجدی که اون روبرو هست و یه دونم این مسجدی که اینجاست، نمازخونه‌ای که اینجاه. چون حقیقت شو بخواهیم جای تمیزی برای چادر زدن پیدا نکردم، همه جا پر خاک و شن و ماسه هستش و این مغازه هم همه تا یکی دو ساعت دیگه بازن و بعدش کلن همه میبندن. احتمالا میرم داخل اون مسجد به خاطر اینکه تمیزتر است. خب مسجدش که این قسمت شیرای آبش آب نداره، یه مسجد دقیقا لبه جاده‌ای هست دیگه و گوشه هاش هم میشه، کولر هم گویا داره و میشه به نظرم شب رو به صبح رسون به راحتی. شبتون بخیر دوستان. گوشه مسجد دیگه کم کردم و جاتون خالی شام رو آماده کردم که بعدش استراحت کنم برای ادامه مسیر. به امید خود 2 روز دیگه میرسم جاسک و فقط شهر میناب میمونه توی فاصله من تا بندر عباس. ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر.